پس از خبر بعد افت فعالیت های ساخت و ساز و تولیدات چین این کشور با کاهش روند صادرات خود موتور رشد اقتصادیش مواجه شده است امریکا بار دیگر زنگ خطر کاهش شدید روند رشد اقتصادی چین را به صدا درآورده است بر این اساس در ماه اوت سال جاری حجم صادرات چین 5.5 درصد افت داشته است میزان واردات این کشور نیز افتی معادل 13.8 درصد به خود دیده است در این بین افت واردات محصولات اتحادی اروپا 21.7 درصد و ژاپن 14.2 درصد گزارش شده است این کارشناس از بانک آمریکایی جی پی مورگان میگوید افزایش ارزش وایده پولی چین طی 12 ماه گذشته بر روی بخش صادرات فشار وارد آورده است حتی اگر وضعیت پول تنظیم شود باید حدود دو فصل انتظار کشید تا شاهد تاثیر مثبتی بر روی بخش تجارت خارجی باشیم بنابراین ضعف بخش صادرات ادامه خواهد داشت کاهش حجم صادرات چین تاثیر منفی مستقیمی بر روی آهنگ رشد اقتصادی این کشور خواهد داشت. آمریکا می تواند وضعیت اقتصادی در دنیا را با آشفتگی روبرو کند. چین دومین قدرت برتر اقتصادی دنیا به تنهایی 13 درصد تولید ناخالص داخلی جهان را تامین می کند. بانک مرکزی این کشور برای سرسامان دادن به بخش صادرات خود و تنظیم ارزش یوان واحد پولی کشور به استفاده از ذخایر ارزی خود و فروش وسیع دلار روی آورده است امری که موجب شده حجم ذخایر ارزی این کشور به طور محسوسی کاهش یابد